خب اما بحث انیمیت، اگر شما خواستید اوپاسیتی چیزی رو توی فاینال کات کم و زیاد بکنید، ولومش رو، حالا هر چیزش رو، توی این درس ما میپردازیم بهش رو، میبینیم که چجوری میشه این کار انجام داد. اول ما این تیک آخر این تبلیغ رو هم ببینیم که یه همچین اتفاقی میفته. حالا من این تیکه‌ای که پک شاتمونه، میخوام این پکیج‌هامون رو انیمیت بکنم. البته خب طبیعتاً شما میتونید حتی بزنید که هیچ وقت این کار تو دنیای واقعی اتفاق نمیفته و ما هیچ وقت از فاینال کات قاعدتاً نباید استفاده کنیم برای موشن گرافیک، موشن و طبیعتاً افتر افکت که خود من خیلی شدیداً ارادت ویژه‌ای بهش دارم، ابزارهای خیلی خیلی بهتری هستن. ولی خب حالا محصی یاد گرفتن این موضوع انیمیت و اینا میشه جوش صحبت کرد. خب من اول بیام اینجا پکیج قهرمانم کدومه، اینه فرض کنیم. وسطی است، ترانسفورم رو من روشن میکنم. پکیج وسطی رو من انتخاب میکنم. و حالا من میخوام اینجا به طور مثال این پکیج اینجایی قرار بگیری که الان هست یا توی این فریم. اول میام توی مقصد یک کی فریم میزنم، هم میتونم از اینجا این کار رو انجام بدم، هم از طریق این دکمه که اینجا هست برای پوزیشن، روتیشن، اسکیل، انکور پوینت، برای همشون شما میتونید این کار رو انجام بدید. من قبل از اینکه اما این کار رو بخوام انجام بدم و کلیپ بزنم، میام این انکور پوینت رو میذارم این وسط. علتش هم اینه که قاعدتا قهرمان ما اینجا این چیپس های دوریتوس هستن، به خاطر همین بد نیست که روی اینها باشه محور. علتش هم چیزی که ما الان با هم میبینیم. اوکی. خب حالا مثلا ممکنه من فریم نهاییم اینجا باشه، من میام اینجا برای پوزیشن کلیپ میزنم، روتیشن هم همینطور و اسکیل هم باز به همین شکل. ممکنه من بخوام برای دیستورشن هم این کار رو انجام بدم. یک کلید اینجا، یک کلید برای این، یک کلید برای این، یک کلید برای این. یا اگر شما خواستید برای اینکه مثلا دیگه این همه کی فریم توی دیستورشن نزنید، میتونید اینجا یک کی فریم بذارید، بیاید توی دیستورشن باز یک کلید بزنید که برای تمام این چیزای دیستورشن هم خودش یک کلید بلافاصله میزنه. خب من ممکنه بخوام اوپاسیتی کلیپ هم اینجا 100 باشه، این کلیپی که دارم، ولی قبلش مثلا اینجا 0 باشه. من البته 0ش نمیکنم به خاطر اینکه دیدنش ذره سخت میشه، میذارم روی همون مثلا 60 و اینا بمونه. فعلا هم این دوتا رو اصلا آف میکنم، دوتایی که باشون کار نداریم. خب لیر سمون اینجاست. اما برای اینکه من ببینم این سیستم کی فریم هم کجا هست و چجوریه، میتونم بیام توی کلیپ شو ویدیو انیمیشن. اینجا شما تمام کی فریم هاتون رو میتونید ببینید. به طور مثال من اگر الان بیام توی ترانسفورم این کلیپ رو یه ذره بزرگتر بکنم، یه کمی به چرخونمش و بیارمش اینجا، یا اصلا بریش بکنم که یه خود بیشتر مچ باشه با این، یه خودم بزرگترش بکنم. این چه شکلی بود اتفاق؟ اینجا این یه همچین حالتی داره. من میتونم بیام اصلا این کلیپ رو بیارم جلوتر، و حالا پرسپکتیوش رو با اون مچ بکنم. یه نکته که اینجا ممکنه به درد شما بخوره
این کراپ رو من میتونم ازش استفاده کنم که دقیقا این چیپس وسطی رو با این بتونم ببینم و مچش بکنم و دقیقا همین دوتا رو خیلی دقیقتر و بهتر انیمیت بکنم. اون تا یه مشکلی هست، مثلا اینجا هم میخوام دیستورت رو انیمیت کنم که دقیقا دیستورشن الان این کلیپ و اون یکی کلیپ مچ بشه و با هم پرسپکتیو یکی داشته باشن. مشکلی که هست اینه که من اگر الان دیستورشن رو اینجا انیمیت کنم به یه همچین شکلی، بیان بگم مثلا یه همچین دیستورشنی داشته باش، بعدش که من کراپ رو به حالت قبلی برگردونم یه مشکل به وجود میاد و اونم اینه که الان دیگه اون دیستورشن با اینکه دیستورشن یکی نیست. اینم در نظر داشته باشید، ممکنه بعضی از این کلک ها بعضی جاها تو فاینال کات اینطوری کار نکنه. علتش هم اینه که واقعا برای این کار درست نشده. البته میشه از ماسک استفاده کرد برای اینکه شما همین نتیجه رو بگیرید، از یه فیلتری به اسم ماسک که حالا توی درس های بعد با هم میبینیم، ولی این نکته رو من گفتم خدمتتون بگم که بدونید در واقع حفره ها و چاله چوله های نرم افزار کجا هست. خب من الان به همچین کاری میتونم انجام بدم، مثلا حواسم نبود که برای دیستورشن کی فریم فکر کنم نزده بودم. اینجا میام کلید میزنم ببینیم چه شکلی میشه. نه کلید زده بودم خوشبختانه. من میاد اینجا جای وسط میشیم. خب حالا شما اگه خواستید کی فریم هاتون رو جابجا کنید، میتونید راحت با کلیک کردن و درک کردنشون به راحتی هرچه تمامتر از اینجا این کار رو انجام بدید. به طور مثال من اینجا الان میخوام اوپاسیتیم تو این لحظه صفر باشه، چون نمیخوام تصویرم اینجا دیده بشه. میتونم بیام اینجا اوپاسیتی رو صفر بکنم و فکر کنم یه دونه دقیقا بغل دستیش هست که با این داره چیز میکنه. دقیقا دو تا کلید خیلی نزدیک هم بودن. خب یه همچین چیزی میشه که هیچ جذابیتی نداره، ولی خب دیگه محض دیدن این قضیه انیمیت. این کار انیمیت شما برای خیلی چیزا میتونید انجام بدید، همونطور که خدمتتون گفتم فیلتر یا هر چیزی دیگه. از اینجا میشه کی فریم ها رو جابجا کرد. به طور مثال شما اگه خواستید دیستورشنتون زودتر اتفاق بیفته و مثلا اینجاها دیستورشن شما تموم شده باشه، شما میتونید این رو به اینجا درگش بکنید، یا نه اگه خواستید مثلا اینجاها تموم شده باشه میتونید یه ذره این کی فریم رو بیارید جلوتر. در این حال شما اگر خواستید میتونید این کی فریم ها رو روشون کلیک بکنید، دیلیتشون بکنید، یا اگر مثلا کی فریم شما برای پوزیشن بود میتونید بگید که کی فریم رو برای شما نرم بکنه یا نه خشک باشه، که اینجا الان تاثیرش رو میتونیم با هم ببینیم. امیدوارم فقط خیلی عجیب نشده باشه تا اینجا این درس. یه بار با هم ببینیم یه همچین چیزی. خب الان من اولین چیزی که مشخصه برام اینه که اوپاسیتیم چه کلیدش درست نیست. میتونم خیلی بیارمش جلوتر و مثلا اینجاها این تصویر اوپاسیتی زیاد بشه و تا حتی اینجا هم شاید اوپاسیتیش بتونه کمتر باشه. یه مشکلی هست الان زمان بندیشون با هم نمیخونه که حالا من مشکلی البته اونقدر نیست. یه بار دیگه ببینیم
اوکی باز مثلا ممکنه شما بخواید ببینید که بدون دیستورشن الان چه شکلی میشه. خیلی راحت میتونید اینجا دیستورشن رو حذف بکنید و ببینید که اگه دیستورت نکنید تصویرتون رو چه اتفاق میفته، یا اگر نه احساس کردید که نه با دیستورشن بهتره میتونید اینجا دیستورشن روشن بذارید. اگر خواستید این قسمت انیمیشن ویندو رو ببندید، خیلی راحت روی این یه تک کلیک میکنید بسته میشه. و در این حال من فرض کنیم اگر بخوام میتونم اینجا بیام توی فیلترها، به طور مثال توی کالر، و حالا کالرایز رو من به این فیلتر به این کلیپ نسبت بدم و بگم توی افکت صد درصد این کالرایزش کن و یه همچین کاری باش انجام بده. رنگاش هم میتونم بگم مثلا رنگای اینا باشه، رنگ تیره، رنگ مثلا این باشه، رنگای روشن ما همچین چیزی باشه، همچین روشن‌تر. و ببینم چه شکلی میشه این تصویر من، همچین فرمتی میشه و رنگشون این شکلی عوض میکنه که با این تصویر زیری یه خورده بهتر مچ میشه. اما اگر من الان بیام اینجا دوباره توی کلیپ شو انیمیشن، میتونم بیام اینجا توی همین اپاسیتی بگم خب تأثیر این کلیپ، تأثیر این فیلتر روی تو این لحظه خیلی کم باشه و اینتنسیتیش صفر باشه، ولی اینجاها اینتنسیتیش 100 باشه که رنگش با این بیشتر مچ باشه. حالا شما اینجا رو اگه ببینید، الان یه نکته، یه چیز دیگه هم اینجا اضافه شد که این پنجره کالرایز ماست. من الان میتونم بیام حالا اینو طبیعتاً جا به جا بکنم. همطور که شما میبینید یه کمی شاید سخت باشه باش کار کردن، از طبیعتاً موشن یا مثلا افتر افکت خیلی سخت داره کار موشن گرافیک انجام دادن با فاینال کات. فکر کنم چند بار روی موضوع تاکید کردم، ببخشید که خیلی تکراری شد. یه بار دیگه ببینیم، اینم آف بکنیم، اینم من خاموش کنم. جالب که نیست، ولی خب حالا مثلا فرض کنیم و حالا میخواییم بریم بفرستیم واسه مشتری ببینه، ممکنه ای دیگه مثلا اینکه پک شات نداره فعلا بگیم آقا حالا شما با همین فعلا مدارا کن تا پک شاتت هم آماده بشه. ممکنه اینا رو هم بخوام اینجا اضافه بکنم و حالا ببینیم که با اینا چه شکلی میشه. بله ترانسفورم این کلیپ فایر هم ممکنه یه ذره بخوام بیارم بالا تر که این خط رو بپوشونیم، از اونجایی که خیلی آتیشی همه، هرچند زیاد چیز مهمی نیست. خب یه بار دیگه ببینیم، بخش روی پایینی بودم من، اینجا میخواستم شیفت زده بزنم. یه بار با هم ببینیم که چه اتفاق میفته. این انیمیت هم من میبندم که دیگه خیلی اینجا دست پاگیر نشه. ای حالا دو تا نکته کوچولوی دیگه هم در مورد این ویدیو انیمیشنمون هست که بعد نیستش توی انتهای درسمون این دو تا رو بگم خدمتون. یکی اینکه شما این گوشه رو اگه نگاه کنید، بعضی از اینا یه چیز جینگولی اینجا دارن که اگر شما بزنید باز میشه،
علتش اینه که شما اگر اینو بزنید میتونید دقیقتر روی کی فریم هاشون کار بکنید. به طور مثال من اینجا که بخوام میتونم بیام روی این اوپاسیتی اینجا با آلت و کلیک چند تا کی فریم بزنم، بعد اگه خواستم مثلا اینا رو اینجوری بالا پایینشون بکنم که حالا مثلا یه فلیکر تصویری به وجود بیارن، یه ذره تصویر روشن خاموش بشه تو حینی که داره این اتفاقات میفته، یعنی عین یه نئونی چیزی اینجوری هی روشن خاموش بشه. اگر شما خواستین میتونید حتی اینجا کلیک درگ بکنید، یه رنج رو سلکت بکنید، انتخاب کنید، بیاید اینجا توی کی فریمز کپی بکنید، بیاید یه ذره جلوتر، حتی میتونید این کار رو انجام بدید که پیستش بکنید و لوپ به وجود بیارید از اون کی فریم هایی که دارید که دیگه نیاز نباشه هی اونا رو دور دستین بزنید. یا باز اگر خواستید میتونید شما بیاین اینجا بگین فقط من همین یک کانال رو الان میخوام ببینم، دیگه نمیخوام تمام این کانال های دیگه هم دیده بشه. مخصوصا اگر شما چندین و چند افکت داشته باشی ممکنه این دیگه خیلی شلوغ بلوغ کنه اینجا رو. شما میتونید این کانال خاص مورد نظرتون رو انتخاب بکنید. مثلا من میام اینجا کالرایز رو الان انتخاب میکنم، میام توی کلیپ سولو انیمیشن، حالا دیگه فقط همون یه دونه رو نشون من میده و الان کار کردن روش خیلی میتونه راحت تر باشه. یا نه میتونم سولو انیمیشن رو دوباره بردارم و الان اگه خواستم کل این رو حذف کنم این زرده رو میتونم بزنم، یا هاید انیمیشن رو بزنم که این پنجره انیمیت رو میبنده.